در تاجیکستان از طرف کمیته اوید به کارهای دین یک جای با شورای علما برای شهروندان نظامنامه گذرانیدن مراسم های عزاداری و اظهار تعزیه تیار کرده شد. اکنون موافق ترتیبات نو مراسم های عزاداری و دفن تنها طبق مذهب حنفی گذرانیده شده، دیگر مذهب های اسلامی از طرف قانون منع کرده شده است. اینچنین گذرانیدن مراسم های عزاداری طبق رسم و آیین های خلق های گوناگون جمهوری اجازت داده شده است. مراسم های دفن و عزاداری باید به ذبح چاروا و به تکلیف طعام گذرانیده می شود. آید دیگر عنصرهای گذرانیدن مراسم ها در نظامنامه به تفصیل بیان کرده شده است. کارشناسان قید میکنند که گذرانیدن سیاست ضد اسلامی حکومت با بهانه غمخواری مذهب حنفی خنده آور میباشد، زیرا تاجیکستان دولت دنیوی بوده در ماده یکی سرقانون تاجیکستان گفته شده است. جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه میباشد. علاوه بر این، حتی در دولت اسلامی خلیفه برای منفعت شخصی خود حقوق تبنی کردن این یا آن مذهب را ندارد. در ماده 4 لایحه سرقانون دولت اسلامی که از طرف یکی از حرکت اسلامی تهیه شده است گفته می شود. ماده 4 خلیفه غیر از زکات و جهاد در دیگر عبادت ها یگان حکم شرعی معین را تبنی نمی کند. او در فکرهای تعلق داری عقیده اسلامی یگان چیز را حقوقی تبنی کردن را ندارد. 40 سال بدون طعام گذاشته شود، گذرانیده شود و به من نمودن آیین های دشواری طعام دهی در مراسم های عزاداری مردم تاجیکستان آیم. مشاهدان قید میکنند که حکومت داران با مقصد آمیختن یک قطار چاره های منفی و مثبی از جمله منع پوشیدن حجاب با منع صرف و خراجات های زیادتی در مراسم های عزاداری ایجاد می نمایند تا اینکه اهالی به تمسخری نوبتی رژیم چشم می پوشند.